چرا تاجیکان در روسیه همدیگر را فریب میدن و چشم یکدیگر خاک میزنند؟ همین سوال مهاجران فریب خورده تقریبا هر روز به عنوان رادیو آزادی مراجعت میکنند. شکایت ها بیشتر از میانرف ها و کارفرماهای تاجیک است که مهاجران را با وعده کار و مزد زیاد به روسیه میبرند و بعدا دست خالی میگذارند. با درخواست زیادی مهاجران امروز همین مسئله را در برنامه گپی آزاد به بحث کشیده ایم. مهمانان ما رئیس جمعیت یا دیاسپوره تاجیکان در سرگود و عضو شورای سفارت تاجیکستان فیض الله امینوف و حامی حقوق مهاجران تاجیک بختاور جمعیف هستند. خوش آمدید به برنامه ما. و سوال نخستین، فریب همدیگر در بین مهاجران تاجیک در روسیه تا کجا زیاد است؟ جناب فیض الله امینوف، نظری شما چی است؟ خواهش میکنم. جمعیت ما 15 سال شد کار میکنند. اگر سالهای پیش یک یک پیدا میشنند چنین حالت ها، اما یک 7-8 سال آخر این خیلی حالت ها در نظر نمی افتد. اگر ما بود و یکام تایی پیدا شد، ما جمعیت ما دارد آن اسبابی که با آنها مبارزه بریم. در جای ما این خیلی گفت خبر نیست، همه کار میکنند، مواششون رو میگیرند. در اینجا بیروان نیستم، میان روان کارخانه ها خودشون کار میگیرن، خودشون معاش میگیرن. بله، تشکر. شما چی میگید جناب حامی حقوق مهاجران در روسیه بختاور جمعیف؟ البته خانتمانسینسک اونقدر ریگیونی کلون نیست، شاید که در اونجا کم و بیش این دیده شود، لیکن در مسکو باشد، در مسکوفسکای اوبلاست یا که در سان پیتربورگ یا لینینگرادسکای اوبلاست چنین مشاهده بسیار دیده می شود. تقریبا هفته گذشته دو مراجعت نزد من آمده بودند که تاجیکان از دست هموطنان خود ما فریب یافته بودند. بله، ببینید، جناب فیض الله امینوف گفتند که تقریبا 7 سال 8 سال در منطقه های ما این گونه خبرها نیست، لیکن تقریبا دو هفته پیش یک ساکن ناحیه عینی که به سرگود آمده است و در اونجا با وعده یک کارفرما ولی دوچار فریب اون می شود و بدون مزد میموند و همین گونه از دست یک تاجیک دیگر در چهارراه گذاشته می شود. و در صحبت با ما گفت که به واسطه به اداره فیض الله امینوف یعنی شکایت کرده است. شما در رابطه با این چه میگویید؟ من گفتم اونم که هر شکایتی که می شود ما اون را سری وقت پیشگیری میکنیم و روی حالش میابیم. اگر اون شخص آماده باشد و کار میانه را وعده کرده باشد و نداده باشد، اگر من اعتماد میکنم که باید بر دیگر مراجعه کنند، چون که آدم ها میبینند ما کار باید حل میکنیم میبرند، دیگر نه خبر نه خط نه هیچی نیست، ما نمیدونیم باید چی گم میشود چی نمیشود. برای همین اگر ما بودو یکان کس اگر همین دوچار همین مسئله شود، اگر بار دیگر اعتماد که مراجعه نماید. ببینید، به این ترتیب یعنی کی بیشتر کی رو فرا میدهد؟ کاردهنده، میانرف یا کارگر؟ جناب امینوف چی میگوید؟ به فکر من بسیارتر میانرف میکند، چون که کارخانه هایی که آدم میگیرن کار با کار میگیرن، آنها با واسطه سازشنامه میگیرن و یا سر وقت موز میکن. به هر حال یکان کارخانه ای نیست که موزی کاری نداده باشد. اگر یکان تا پیدا شود، من باز میگویم که اگر پیدا شود مرحمت مراجعه کنم به نزد ما، برای که ما نمیدونیم کی در کجا کار کرده، کی معاش گرفته، کی نگرفته. بله، ببینید، نظری شما چی است بختاور جمعیف؟ شما چی میگید در رابطه به همین سوالی که ما در میان گذاشتیم؟ بسیاری وقت البته منم با اون کس روزی میشوم که از طرفی میانرف فریب کرده میشوند، زیرا که میانرف خودش یک گویم با اصطلاح روسی ژرت میشود. اونها میانرف با اونها باور میکند و همچون آدمی باورینوک اونها رو با دیگرهایم توصیه میدهد، یعنی همون رئیس باشد یا یگان کلونی کارخونه باشد، میگوید که همین آدم مثال
خیلی آدمی باوریناک است. من 2 ماه شد، 3 ماه شد، 1 سال شد با آنها کار کرده ایستادم، اما را یگان وقت فریب ندادند. ببینید بختاور، درست است، ولی این بحثا برای همه روشن است، ولی چرا این کار کرده می شود؟ اینا چی می خوان برد کنند؟ چی می خوان به دست بیارن؟ هدفشون چی است؟ و اینها تاجیک ها، ما درباره تاجیک ها با تاجیک ها صحبت داریم، امین ها را روشن به ما شرط خواهش میکنم. هدفشون یک چیز است، پولی مفت آوردن، دسترس کردن پولی مفت است. دیگر یگان هدف دیگر نیست در این موضوع، یگان دیگر هدف دیگر نیست. جای اول هدف این پولی مزد گرفتن است و فریب کردن هموطنان خود است. دیگر یگان هدفی ندارم. ببینید بختاور، چند روز پیش من با تلفن با شما در همین باره صحبت میکردم و یک نفری در دفتر شما بود و میگفت که او را فریب دادن. ماجرا اصلا روی چی مسئله بود؟ اول میبرند کار میکنند، مهاجران کار میکنند، مبلغ های خوب میگیرند. مثال یک کارهایی است که 5 ماه 6 ماه، البته همون وقتی که 6 ماه میبیاید تمام میکنند کارها را. البته همون 6 ماه اینها از طرفی هم هموطنی خودمون هم از طرفی کارده فریب کرده میشوند. میگویند که ما آنها پول نگرفتیم، پول نگرفتیم. البته آنها پول را میگیرند، پول رو میگیرن، لیکن با مهاجران نمیدهن. پس شما همچون حامی پس شما همچون حامی حقوق مهاجران در همین خل حالات شکایت ها میرسن، چی چوره جویی میکنید؟ چی تدبیر ها میجوید؟ چی کار انجام میده؟ امینه میخواستم میگفتید. اولین کاری که ما میکنیم با خود همون هموطنی خودمون که باید که پول ها رو میداد صحبت میگذارونیم، صحبت ها میگذارونیم. و یکم اولین سوالی که من میدهم میگویم که برادر عزیز، شما گفته بودید وقتی که کار گرفتید مهاجران را که اون کلونی من پول ندهد، من به شما پول نمیدهم. و وقتی که میگوید که نه این گپ نبود، پس میگویند که این پرابلم البته پرابلم شما است و شما و کلونی شما است. مهاجران را باید که پولشان را شما دهید، نه اینکه کلونی شما دهد. ما این همه اینها را ثبت میکنیم تا مثال کارمندان حفظ حقوق هم میتوانیم که برسانیم. فهما جناب فیضالله امینوف، در گذشته های شما هم چنین حالت ها بود، شما در این صورت چیکار میکردید؟ چیکار را انجام میدادید همچون مسئول جمعیت تاجیکا در سرگود؟ من با همصحبت خود حامی حقوق موافق هستم. اگر مواد و یکام تاجیک خودمون اگر در این کار داد زنند، ما را جیغ زده اینجا گم میزنیم اینجا با بغیر از من با حد یادم چی و معاینای من از جمع شده و دایی حالا میگو بیم هم میکنیم. در طول کاری من یک 2 مرتبه این کار بود. من با کارته زنگ داده گفتم که شما پولی این کسا ندادید، کارته من دستنام داد. من گفتم بخشش، من رقم تلفن خطا کردم، حتما نویستم همون جور در مکتوب نویستم پرکراتور شهر رای کردم. روز دیگر ساعت نیمی 9 سهری من از خواب بیدار کرده زنگ زدن که ساعت نیمی 8 ماه جیغ زد و تین با تین پلمانه داد. دیدبان حقوق بشر، یک سازمان معتبر حامی حقوق، در گذشته درباره فریب دادن مهاجران تاجیک، استثمار آنها اول گناه کاردهنده های روس است که میخواهند با پول کم فایده زیاد به دست بیارند. میانرف ها از جمله تاجیکان یک وسیله برای اجرای این هدف های آنها هستند. همین گونه خلاصه براری کرد. نظری هر دوی شما رو میخواستم در همین باره بدانیم. جناب امینوف، اول از شما میخوایم شروع کنیم. فکر من این است که اون کاردهنده کارخانه دولتی که در روسیه هست، او هیچگاه روی فریب رو نمیگیرد، چون که او از افتریتیت خودش میترسد که کارخانه در شهر شرمنده نباشد. اما با فکر من در جای ما چنانی که حامی و خوب بودن، منطقه ما بسیار خورد است، همه پیش نظر است و این خیل کارها کم روی میدید. اما من فکر میکنم که کارخانه پولت میتید و همون میان روا به فکر من این کار حق خودشون بسیار گرفته
با کارگران حق کار کم میکنند. این فکر من است. این میانرفهایی که شما اشاره میکنید، یعنی منظورتون همین تاجیک هایی هستند که تاجیک ها را با کار جلب میکنند و در کوچه میگذارند، همه خیر؟ در اینجا نه تنها تاجیک ها، در اینجا دیگر ملت ها هم هست. دیگر ملت ها هم هست و اونها میدونند که بیشتر تاجیک هستند، اونها کار میگیرند. ما در اینجا با تمام دیاسپورایی که در منطقه ما هست همکاری میکنیم. ما اعضای کوردیناسیون سوید میگن نزد میر شهر، نزد رئیس ناحیه ها، نزد گوبرناتور، ما در اونجا اعضا هستیم، در اونجا وکری میکنیم. اگر بین دو ملت یکم ناخوشه رو کرد یا یکم ملت دیگر تاجیک کار را گرفته، حالی ما درباره دیگر ملت ها حرف نداریم، حرف نمیزنیم. ما فقط درباره ملت تاجیک، مناسبت و برخورد مردم تاجیک با خود تاجیک ها و از بختاور جمعیف میخوام بپرسم، شما به حرف های جناب امینوف راضی هستید؟ نظر شما چی است؟ البته من قسمان راضی هستم، زیرا که در طرف ما فریب کنی خیلی و خیلی در یک اوج است. در همین وقتی کارانتین کم و بیش برخورد کرد، لیکن بسیاری از طرف خودی همون کیها دیده می شود، از طرف خودی میانرال ها دیده می شود. بله تشکر. برنامه گپی آزاد رو می بینید و مهمانان ما فیض‌الله امینوف، رئیس جمعیت تاجیکان در شهر سرگود، و بختاور جمعیف، حامی حقوق مهاجران تاجیک در روسیه هستند. معلوم است که تقریبا از بین هر سه خانواده در تاجیکستان یکی مهاجر کاری دارد، و همکاران ما در دوشنبه از چند رهگذری در دوشنبه پرسیدند که تا کجا از یکدیگر فریب دادن تاجیکان در روسیه آگاه هستند. حالا به این نوار تماشا میکنیم، بعد صحبت ما رو ادامه میدیم. مرحبا. یادا کبد هم خلی نقل کرد، یکم بود که بچه غریب دیدم اگه در ایرپورت هم روسیه دار بکم گیریا کرده سنده کرده شوی همی جوی کار نیست، هیچ نیست، توخم اون داگه اونجا میرن آدم با اومد میکنه هیچ میبرشه اونجا میرن توخم اونا باید ها که برادر گرفتن جوی کار پر تامینشون کده بود. مثلا برادری خشای دروغش میکنه، یا مثلا این دختر مبرکتی خدش اولی نگرفته او را فریب میکنه. مثلا خام خیلی داد تو دست داد غریبی. چند سال پیش از این یک زن همسایش به روسیه میبرد و در اونجا به او کار وعده میدهد و کار رو به او میخواهد که کار کند، لیکن وای پاسپورت و همون حجات هایی که در دست او بود فریب کرده میگیرد و به زن کار نمییابد. بعد زن با کدام راه ها میبروید به کفتنی خیش تبار و یا رفیقان خود، و بعد با یک نزدیکانی خود وای می شود، روبرو می شود و چه خیلی که پاسپورتش رو از کجای می آبد و بعد با تاجیکستان برگشته می آید. بعد همین حالات رو ما شنیدیم و حیران شدیم که نخواد زن رو فریب کند. در مو ساختمون مقصد می برن کور می فرمونن، مقصد می گن همین خیلی پول کم تا کلونتر کشید، یا پولا می گیرن می گن سوی بی کور ندوده پولا وزیرشده، همون چیزا رو مقصد هم خیلی چی میکنن و بعد هم میگریزن. و بسیاروش مقصد مثال گفت کار میفرمونن میگن دکومنت هم میکنیم نو رفتگی را. این هم خیلی حالاتو بچه ها بسیار رکم مثال گفت و میخوردن. همین وقتی که همین تاجیکای خوب مقصد میان میگن که ما کار داریم، مقصد کارای ما رو بیان قطعی ما کار کنیم، میری کار میکنی اکس ما نمیتم سوما میگی روز پگای پگای دیگه هم خیلی فریم میکنن دیگه، هم تا میگیرن سوما نمیتن بچه های دیگه هم خیلی، چون دیگه چی کار کردن شون نمیدونم، مقصد قرض میکنن تو جکستون میان. ما خدمت ما همی حالت ها اکر رو بروش دیگم در جقتی همسایی خودمون کار میکنم کم خیلیش دیگم. فریب کاری تنها در مسکوه نیست، در تاجیکستان خودمون هم هست که شرکتی هستن بسیارتر ستودینت ها را فریم میتونم. مثال میگن 60 سامون بیا رگیستراسیا کن، هر روز یک دلاری در خونه چشته سم کار میکنی. بعد این من خود مثال یک ماه کار کردم 132 دلار کار کردگیم تا وزیر فهم مون کردگیم یک سامون دادگی نیستن. در تاجیک خود ما بسیارتر فریم گره بسیار هست. من سال 2018 در همون روسیه بودم، های روسیه آمدم. مقصد میگن که تاجیک ها را مقصد فریم میکنن، پولوشون را میگیرن. من خیلی ادامو خطی رو پروش دادگی نیستم.
مقصد کار کردگیم سومد و دگیان سوخ سومد به تاجیکستان اومدگیم. ببینید حالا ما این نوار رو تماشا کردیم. جناب امینوف نظر شما به این حرفایی که ساکنان پایتخت گفتن چی است؟ از شما شروع کنیم. من باز یک بار دیگر تکرار میکنم که روسیه این مساحت کلان دارد، شهر و ولایت های زیاد دارد. من فقط یک خواهش دارم که اگر تماشاگرانی که این نوار رو میبینند نصیحت کردنی هستم که وقتی که آنها به کدام شهر و ولایت روسیه سفر کاری میکنند، پیش از همه آنها وقتی که از هواپیما پر آمدند باید که کار یکم میکرده ایشان آمده جمعیت تاجیکای یافته خود را شناسایی کرده تا که جمعیت داند که فلان آدم آمده است، در فلان جا کار میکند، راهبرش کدام هست، چی هست. ما توانیم که جمعیت تواند که این آدم را معاوضت کرده تواند، سازشنامه بسته، سازشنامه او را دیده، اصلاح کرده، دست مانده، بعد به کار شروع کنند. اما بسیاری تاجیک های ما میبیایند نمیپرسند که اینجا هست یکم چی نیه، صاحب داریم نداریم، هر جا رفته کار میکنند. بعد وقتی که به فریب افتیدن بعد میکنند که یکم کسی افتد که مویم محافظت کنند. شما چی میگوید جناب جمایف؟ نظر شما چی است؟ بینید که عقیده ها خیلی و خیلی بسیار شدن از طرفی اون رهگذرانی که حاضر پرسیده شدن. برای چی در چنین حالت ها ما میغلطیم؟ یکم سبب که زود باور هستیم، دویم سبب از سبب های سادگی همون. زود باوری با کی میکنیم؟ با تاجیک خودمون میکنیم که همین برادری من است و این ما را فریب نمیکند. بعد یک عقیده دیگر هست که این ضرب المثل تاجیکی شده است، اینجا مسکو است یا اینجا روسیه است، یعنی که هیچ گپی ندارد، یکی با دیگر را فریب نگر، یگان کار نیست. همین ضرب المثل این عقیده مثل عقیده در بین بعضی هموطنان ما خیلی و خیلی جاری شده است. حالا سوال اصلی این است که چی باید کرد پیش روی فریبی همدیگر گرفته شود و یا حداقل کمتر کرده شود؟ البته ببینید که چنین واقعه ها خیلی و خیلی در سراسر هم کشوری ما هم بیرون از کشوری ما زیاد است. فریب مردم فریبی خیلی و خیلی از طرف شهروندان خود ما زیاد است و مردم نه به حامی حقوق باور دارند، نه به یکان دیاسپری دیگه باور دارند. باور هم کرده باشم هم اونقدر باوری ندارند. کسانی که این نوار رو تماشا میکند با کسی نباشد، وقتی که کار میکند خواه با حجت است خواه به حجت است، باید که یک زبان خطی او رو بگیرد، زبان خطی او رو بگیرد که تا در آینده در دستی او یک دلیل باشد که پولهای خود رو ستانیده تواند. ببینید فیض الله امینوف در صحبتشون گفتن که اونها وقتی که پایشون در خاک روسیه میرسد اول باید دیاسپورا ها رو در جریان گذارن، کنسولگری ها را. شما همچون حامی حقوقی به این مسئله و سالها زیاد روبرو شدید، از فعالیت کاری کنسولگری ها و جمعیت ها راضی هستید؟ اکنون اصلا کنسولگری چنین کارها رو نمیبرد، یا من دیدگی هم نیستم، فهمیدگی هم نیستم. بعد گفتم حوزی از این پیش کمی گفتم که مردم باوری ندارد، دیگر خودش میتوند و خودش توکل به خدا میکند و دیگر هر گجای که کسی چیزی که گفت با گفته او باور میکند و با گفته خودی یک برادر تاجیکی دیگر باور ندارد. چرا سبب چی است؟ چرا این از کجا این ناباوری حاصل شده است؟ از کجا؟ سبب یک بار میگویند که همون کتای توجکو هست که آدمی مرگزیده از سوی علا میترسد، چونین است. یک بار که فریب شد دیگر به یکون کس باور نمیکند، با مردمی خودمون باور نمیکند. میرود میگوید که دیگر همون یک بار من فریب کردم، دیگر من باور نمیکنم. به همه همی توصیه ما میدهم که وقتی که اومدید شما حجت دارید ندارید، با کسی که شما کار میکنید حتی و یکون شیخ انعامی هم باشد که باید که یک شرطنامه بندید که وای در اونجا مهرش باشد یا که امضا کردگی باشد که من در حقیقت در مدت همین قدر وقت پولی شما رو میدهم. درست است. ببینید جناب امینوف، این که بختاور جمعیف گفتن که مردم یعنی شهروندان تاجیکستان باور ندارن با کنسولگری ها و جمعیت ها دیاسپورا ها، نظر شما چی است؟ شما به این حرفای جمعیف راضی هستید؟ من در بسیاری گفته ها
روزی نیستم، چون که اگر ارگانیزات باوری نداشته باشد به باوری زندگی کردن مشکل است. اما به فکر من همین است که چنانی که حامی خوب گفتن باید که هر یک آدمی بیامدگی یک سازشنامه داشته باشد، یک رویسی و رسپیسکه داشته باشد، یک چی داشته باشد. افسوس که بسیاری شهروندان می بیان در این اعتبار نمی تیان رفته با وعده خام کار میکنن، اما بسیار آنها بسواد هستند. از این سبب من گفتم که ما جمعیت ما 15 سال شد، خدمتی که ما میکنیم این همه رایگان است، همه میداند جمعیت ما را میشناسد. اگر وزبین نهفتد، اگر همون سازشنامه ما همون چیز گرفته بیارد که ما باید سنجیده بینیم که در اونجا یکم رای فریب نیست. فهما تشکر. بله بختاور، کار حامیان حقوق چی در اینجا چی میتوند باشد؟ یعنی آنها چیکار باید کنند که صد راه این مسئله یعنی که گرفته شود، یعنی پیش راه این گرفته شود، چیکار باید کنند حامیان حقوق؟ مرحمت. راستی گپ، خودی من میخوام که درس ها گذرانم، حداقل در یک هفته یک مرتبه، در یک هفته یک ساعت درس های حقوقی گذرانم. چطور باید که حجت گذاری ها کرد، چه خیلی باید که شرطنامه بست و کدام کارها را اولین درجه باید که به انجام رسانید. در مدت شاید که از علاقه همین هفته سر کرده من شروع کنم درس ها را، زیرا که خواهشمندانم علاقه پیدا شدند. از طرف همونیان حقوق فقط فهمانده دیهی ها گذارانده شود، بسیارتر فهمانده دیهی ها گذارانده شود و این همه باید که رایگان باشد. و این 10 سال 20 سال میگذرد، یعنی این فهماندهی ها فکر میکنید که حل مسئله است؟ البته حل مسئله است. چندین نفرانی بودند که نزد من میومدند، چندین بارها من فهماندهی کردم، چندین بارها اومدند رحمتنامه ها داده بودند، مثلا تشکر خود را بیان کرده بودند، سپاس گفتند رفتند. به هر حال یک زینه دیگر با یک زینه دیگر یعنی میگذارند، وقتی که با آنها میفهمونند با یک زینه دیگر میگذارند. حتی شرطنامه ها رو وقتی که میبندند، در اون شرطنامه ها بعضی پونکت ها است که مثال خودشان نمیفهمند، اون چیزی که نمیفهمند باید که بیایند پرسند. تشکر. ولی یک نکته دیگر هم اینجا ما باید ذکر کنیم که در عین زمان این رو هم باید ذکر کنیم که گروهی از مهاجران در روسیه دستگیری یکدیگر هستند، مخصوصا در حالت درماندگی یا بیماری و یا فرستادن تابوت ها از روسیه به تاجیکستان. همین طور نه؟ شما چی میگویید در این مثال؟ بله البته هستم. خودی من مثال در این خیلی فعال هستم، در این کارها بردن تابوت ها مثال یکون درمانده کسلی های وزبین، حتما یک گروه درب ما در حال یک گروه میسازیم و هر چنده که از دست ما می بیاید با آنها دست کمک دراز می نماید. تشکر. و در پایان این برنامه می خواستم نظری خیلی کوتاه فشرده شما را بپرسم که در رابطه به حل همین مسئله که حال ما صحبت داشتیم، آیا راه حل نهایی دارد یا نه؟ خیلی کوتاه اول شروع می کردیم از امینوف، خیلی کوتاه خواهش می کنم. بله هست راه حل این کار. بیاید پیش نظر ما با اون مسلحت می تیم روی کار میفهمونیم، راهش نشون میدیم، همش میگوییم که بعد از قربان دیگر چی نشوند. بله فهما تشکر. جمعه شما چی میگید؟ خیلی کوتاه خواهش میکنم. با یک جمله من میتونم که به اتمام رسونم. روی کوتاهی کوتاهش این اولین درجه دانستن زبان و دوم درجه کسی نباشد بستن شرطنامه. تشکر زیاد به مهمانان. با عرض تشکر فیض الله امینوف رئیس جمعیت تاجیکان در شهر سرگود و بختاور جمعیف حامی حقوق مهاجران تاجیک در روسیه، گپ آزاد را در همین جا به پایان میبریم. واقعا اگر میخواهید موضوع مهمی را در این برنامه به بررسی بگیریم با ما نویسید و به تلفنی که میبینید واتساپ و وایبر و ایمو و تلگرام دارد. تا دیدار در برنامه دیگر و من میرزا نوی خالق‌زاد بودم، برنامه را پیش میبردم. خدا نگهدار.